بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سالگرد شهادت حضرت امام هشتم علی ابن مصر رضا علیه السلام را تعزیت و تسلیت عرض میکنم. درباره روز شهادت امام هشتم علیه السلام اقوال مختلفی نقل شده. بعضی گفتند که 23 ماه ذی‌قعده بوده، بعضی هم گفتند که روز آخر ماه صفر شهادت امام هشتم علیه السلام بوده، بعضی هم گفتند که در 23 ماه ذی‌قعده یا در روز آخر ماه ذی‌قعده زیارت امام هشتم علیه السلام مستحبه. امام هشتم سلام الله علیه تو نیمه دوم قرن دوم زندگی میکردند و توی این زمان مذاهب و ادیان مختلفی تو دنیای اسلام شکل گرفت و پدید اومد. مذاهبی از قبیل فتحیه یا واقفیه و یا رشد اسماعیلیه و حتی بعضی ها گفتن که نگارش مثلا آثاری مثل اخوان الصفا مال اون زمان میشه و حتی شکل گیری یا مثلا رشد مزدکیان یا بابک خرمدین، اینا تقریبا توی این زمانن و امام هشتم علیه السلام رو که بهش میگوین عالم آل محمد علیه السلام، به خاطر اینکه امام هشتم علیه السلام مناظرات خیلی زیادی با این علمای این ادیان و مذاهب مختلف داشت و برکت زحمات امام هشتم علیه السلام این شد که فرقه هایی یا مذاهبی از قبیل خطابیه یا فتحیه واقفیه اینا که کلن تو همون زمان امام هشتم علیه السلام منقرض شدند و بعضی مذاهب دیگر هم از قبیل اسماعیلیه یا قرمتیان، اینها هم توی اون زمان اونقدر که خیلی خودشون انتظار داشتند که رشد بکنند و قدرت پیدا بکنند نتونستند رشد بکنند. امام هشتم علیه السلام احادیث فراوانی داره که مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام احادیث امام هشتم علیه السلام رو جمع کرده، مرحوم آقای عطاردی هم تو کتاب مسند امام رضا علیه السلام که 2 جلد آستان قدس چاپ کرده اونجا هم احادیث امام هشتم علیه السلام رو جمع کرده. این احادیث امام رضا علیه السلام رو وقتی آدم مطالعه میکنه، مقایسه میکنه با احادیث امامان دیگر، کلمات امام هشتم بسیار بسیار شبیه است به کلمات حضرت علی علیه السلام. به عبارت دیگه احادیث یا خطبه های توحیدی بیشتر مال امیرالمومنین علیه السلامه و مال امام هشتم علیه السلام. علتشم اینه که در زمان حضرت علی علیه السلام کسانی که مثلا به اونها گفته میشد قدریه یا مثلا کسانی که تفکر جبر داشتند یا کسانی که تفکر همین ظاهریه یا تجسیم و به هر حال تفکراتی که منافات با توحید واقعی داره در زمان حضرت علی علیه السلام زیاد بود، به همین جهت هم بخش عمده کلمات امیرالمومنین در باب توحیده. زمان امام هشتم علیه السلام هم همینجور بود دقیقا، یعنی چون مذاهب و ادیان مختلف تو جامعه اسلامی داشتن رشد میکردند و نفوذ میکردند، به اینا افکاری خلاف توحید منتشر میکردند، حتی مثلا مثل تفکر تجسیم رو ببینیم اون خطبه هایی که تو نهج البلاغه به عنوان خطبه های توحیدیست خیلی شبیه به اینجور خطبه ها تو کلمات امام هشتم علیه السلام در عیون اخبار الرضا نقل شده. به هر حال امام هشتم علیه السلام در استواری و تحکیم مسئله توحید که اصل و اساس دین اسلام خیلی نقش داشته و شهادت امام هشتم علیه السلام هم از این جهت ضربه بسیار بزرگی بود که مسلمان ها از این افکار توحیدی امام هشتم علیه السلام کمتر بهره مند شوند. به هر حال زیارت امام هشتم علیه السلام همراه با
علم و معرفت و توحید و تقرب به خدای متعال است، و انشاءالله که خداوند همه ما رو به شفاعت این امام بزرگوار نائل بفرماید.